تظاهرات سیاسی اخیر در ایران نقطه عطفی برای اصلاح طلبان و جنبش اصلاح طلبی بود. به باور بعضی معترضان اخیر از اصلاح طلبان عبور کرده بودند و خواهان تغییراتی جدیتر از آنچه اصلاح طلبان بعد دادند و میدهند بودند. با این حال طرفداران جنبش اصلاحات میگویند این چیز تازه‌ای نیست. آنها میگویند همیشه بودند کسانی که به اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی اعتقادی نداشتند. در روزهای اخیر و در واکنش به مواضع محمد خاتمی در مقابل تظاهرات سراسری، گروهی هشتگی با نام من براندازم به راه انداختند. محمد علی ابتهی رئیس دفتر دولت خاتمی گفته اگر کسانی به انتظار خاتمی برای براندازی نشسته بودند، اشتباهی منتظر بودند. کاملا حق به جانب آنهاست که از اصلاح طلب ها گذر کنند و مسیرشان را جدا کنند. او تنها نیست و بسیاری از چهره‌های شناخته شده جریان اصلاحات به خصوص بعد از اعتراضات سراسری اخیر موضعشان را کاملا روشن کردند. ما پذیرفته بودیم که در واقع ما در همین نظام متناسب با همین قانون اساسی و در همین چارچوبی ما عمل میکنیم، فعالیت میکنیم که رهبری و ولی فقیه شخص اول و شخص تعیین کننده و تصمیم نهایی رو در حوزه های مختلف میگیره. به همین خاطر هم در واقع اصلاحات حرکتی بود کاملا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی. از دوم خرداد 76 که محمد خاتمی به سمبولی از اصلاحات تبدیل شد تا به امروز، بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی با فلسفه انتخاب بین بد و بدتر به آسیاب اصلاحات آب ریختند. سوال بزرگ شاید برای اصلاح طلبان حالا این باشد که آیا این عده در آینده باز هم چنین خواهند کرد؟ طرفداران اصلاح طلبان میگویند تنها آلترناتیو موجودند و رأی ندادن به آنها یعنی بسته تر شدن فضا در جمهوری اسلامی. بعضیشان حتی میگویند اگر نظام فرو بریزد تضمینی برای آینده بهتر نیست. مخالفان اما میگویند رأی دادن به آنها مهر تأییدی است بر نظامی استبدادی و ضامنی برای بقای آن. به نظر جریان اصلی اصلاح طلبان نگاهی عملگرایانه دارند و بین بقا و حفظ نظام و اصلاحات به هر قیمتی انتخابشان روشن است. بنابراین به نظر اصلاح طلبان موضعشان روشن است. آنچه روشن نیست نظر رأی دهندگان مرددی است که در دو دهه گذشته با تمام اما و اگرها به آنها رأی دادند. آیا آنها باز هم چنین خواهند کرد یا این بود تمام ماجرا؟ فرداد فرخزاد، بی بی سی. آقای کرباسچی، به نظر شما حکومت چه درس هایی از اعتراضات ماه گذشته در شهرهای ایران گرفته یا باید گرفته باشه؟ حکومت که بسم الله الرحمن الرحیم، حکومت که خب درس هایشو گرفته. البته من فکر میکنم همه باید از این اعتراضات، خواسته هایی که حالا مردم بیان کردن به صور مختلف درس بگیرن. خود رسانه های مثل بی بی سی و این هاست، چون به نظر من بی بی سی توی این چند هفته اخیر خیلی دست پاچه شد و فکر کرد که اتفاقی در ایران قراره بیفته و تظاهراتی که حالا مردم به خاطر خواسته های مختلفشون داشتن و بسیار حرکت ناشیانه ای رو انجام داد و من فکر میکنم باید حالا در جهت اصلاح اون حرکت که همون اشتباه هم بسیار کمک بود و درس بود برای مردم ایران. شما گفتید که برای دولت سر کار اومده، وعده هایی داده، باید بگذار اون وعده ها رو عمل بکنه. خب فضای انتخابات اصولا فضای تبلیغاته. به هر حال میدونید فضایی که در انتخابات طبعا مطرح میشه تو تبلیغات و اینها احیانا فضای احساسی است و اون چیزی که اونجا مطرح میشه تا اون چیزی که واقعا قابل عمل شدن هست، هم اونایی که رقبا میگن همونی که خود آقای رئیس جمهور میگه ممکنه با هم فاصله داشته باشه و زمان داشته باشه. یعنی اگر مثلا دولت بگه آقا من رکود رو میخوام کم بکنم، رکود رو از بین ببرم، خب این در عرض مثلا یک ماه و دو ماه و سه ماه که یه مرتبه تولید کار نمیشه. خود شما جریان همین بی بی سی که حالا من اول گفتم، شما نگاه کنید در این شش ماهه، هفتش ماهه بعد از انتخابات، واقعا به جرأت میشه گفت که یک خبر مثبت در رابطه با فعالیت‌های دولت شما منتقل نمی‌کنید. همین الان تو خبراتون خب بالاخره یه زلزله، یه حادثه طبیعی اتفاق افتاده، دولت با تمام توان اون چی که تونسته برای اسکان موقت فلان، خب طبیعیه هوا هم سرده، حالا ممکنه که واقعا مردم اونجا، مردم عزیزی که زجر هم کشیدن ناراحت هم هستن، ولی اینو شما آنچنان بولد میکنید به عنوان یک معضل بین المللی
در حالی که تو جاهای مختلف دنیا زلزله میاد، خسارت‌های زیادی میاد. شما راجع به همین جریانات اعتراضات ببینید، توی امریکا بعد از روی کار آمدن ترامپ میلیون‌ها نفر تو خیابون‌ها ریختن و تظاهرات کردن. یک بار توی رسانه شما یا بقیه رسانه‌ها گفته نشد که مردم امریکا میخوان رژیمشون رو عوض بکنن، مثلا برگردن به 300 سال پیش، ایالات نمیدونم مختلف. متوجهم آقای کر. فقط اجازه بدیم آقای کرباچی فقط بگم در خصوص خب به هر حال تظاهرات در آمریکا یه کمی کم لطفی میکنید، چون بی بی سی فارسی اتفاقا از اون طرفداران آقای ترامپ به ما خورده میگرفتن که چقدر شما ضد ترامپ صحبت میکنید. اما در خصوص اینکه رسانه ها خبرهای فقط خوب رو مطرح کنن، واقعا اون رسانه ها رو فقط شما در کشوری مثل کره شمالی یا کوبا یا روسیه پیدا میکنید. اصولا یکی از وظایف رسانه این هست که فقط کاستی ها رو بگه. شما در دنیای غرب و در جاهایی که رسانه آزاد هستن وقتی اخبار نگاه میکنید، اخبار تقریبا 98% راجب کاستی هاست، به غیر از شاید که 2 دقیقه آخر فقط برای اینکه تلطیف فضا یک خبر نرمی، خبر جالبی از دنیای حیوانات بخواد یک بخش خبری پخش کنه. در این صورت اخبار بی بی سی همش اخبار منفی از دنیاست. شما اگر نگاه کنید میبینید که واقعا خبرها راجب جنگ، راجب نبرد، راجب خونریزی، راجب حد ناامید کردن مردم و اینکه این دولت کاری نمیتونه بکنه و همه چی به هم ریخته و نمیدونم اینا که نیست. خب حالا پس اونم متمرکز روی یک دولت. شما ببینید تو اسپانیا مثلا تظاهرات میشه، اون همه دستگیری و شلوغ، شما نمیرید بگید مردم میخوان برگردن به رژیم فاشیستی فرانکو که نمیدونم اونا رو بیارن روی کار. آقای خلجی، به نظر شما امکان پذیر هست که صداهای متفاوتی در درون همین نظام بیرون بیاد، از یا از اصلاح طلبان و اصولگرایان فعلی یا از دیگران، و فعالیت بکنن در ایران؟ آیا چنین زمینه‌ای وجود داره؟ تاریخ 40 ساله گذشته نشون میده که جمهوری اسلامی از تجربه های سیاسی عبرت نمیگیره و پیام هایی که این اعتراض ها به گوش حکومت میرسونند در حقیقت حکومت نمیشنوه و تغییری در رفتار خودش به وجود نمیاره. در چنین شرایطی به هیچ وجه نمیشه امید بس که گروه های خارج از حکومت، گروه هایی که تاکنون در حکومت نبودن، بتونن از طریق انتخاباتی آزاد و سالم راه پیدا کنن به قدرت. آقای خاتمی و همینطور اصلاح طلبا عادت به شعار دادن دارن، مثل همین صحبت هایی که آقای کرباسی کردن، یعنی آرزوها و آمال خودشون رو به اسم تحلیل یا به اسم برنامه سیاسی میدن. متاسفانه مشکلی که الان وجود داره اینه که آقای خامنه ای و آقای خاتمی و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور یک وجه مشترک مهم دارن و اون اینه که هیچ برنامه‌ای برای تدبیر و اصلاح سیاسی کشور ندارن. مثل یک عده ماهیگیر میبونن که همشون کنار یک برکه نشستن و قلابشون رو به آب انداختن و همینطور منتظر تقدیر هستن تا یه روزی بیاد و ماهی نصیب اونها بشه. و هر کدوم از اینها با اعتراف به بنیادی بودن مسائل و مشکلات در ایران، اینها توقع دارن، امید دارن، آرزو دارن که مردم از ترس رقیب در کنار اونها بمونن. آقای خامنه ای امیدواره که مردم از ترس سوریه ای شدن ایران اقدامی علیه جمهوری اسلامی نکنن. مخالفان جمهوری اسلامی دوست دارن که مردم به اصطلاح کار به استخونشون برسه و به هر قیمتی نظام رو براندازن، ولی از هر کدوم از اینها بپرسین هیچ گونه برنامه روشن و مشخصی برای نه برای حزب خودشون، جناح خودشون یا اردوگاه خودشون و اساساً برای آینده و اصلاحات سیاسی در ایران ندارن. فکر میکنید چرا از برای در کشورهایی که سیستم های چند حزبی، احزاب مختلف، دسته های مختلف، ائتلاف های مختلف میان برنامه های دیگران رو میگیرن و به اسم خودشون برای اینکه رأی مردم رو جذب کنن، چرا ما این رو در میان اصولگرایان در ایران نمیبینیم تا اونها بیان و برنامه هایی رو که مردم میخوان به عنوان برنامه های خودشون ارائه بدن و به یک رقابت اساسی با اصلاح طلبان بپردازند؟ ببینید، ما اونایی که در ایران میگیم محافظه کار یا اصولگرا، این تعبیر مجازی و با مسامحه هست و هیچ ربطی به جناح‌ها یا احزاب محافظه‌کار در کشورهای دموکراتیک نداره. جناح اصولگرا در ایران بیش از اون که بر تفکر و قدرت برنامه ریزی سیاسی خودش متکی باشه، بر اسلحه، پول و مناسباتش با هسته سخت نظام سیاسی تکیه میکنه
و هیچ گونه به هیچ وقت اینطور نبوده که جناح راست یا جناح اصولگرا به خاطر تفکرش رأی بیاره و محبوبیت عمومی پیدا بکنه و قدرتش مشروعیت دموکراتیک داشته باشه. همیشه جناح محافظه‌کار با ضرب و زور، با تقلب، با استفاده از نیروهای نظامی قدرت خودش رو حفظ کرده و اساساً به مشروعیت دموکراتیک اعتقادی نداره و این رو در زبان نظریه پردازانش مثل آقای مصباح یزدی و آقای جنتی بارها و بارها ما شنیدیم. پس آیا میشه بها داد به این نگرانی اصلاح طلبان که اگر بخواید از آقای روحانی عبور کنید یا پشت ما نباشید، در واقع شما راه رو باز میکنید برای جناح مقابل بیاد و آنچه خواهد افتاد که 8 سال در زمان یکی از رؤسای جمهوری پیشین اتفاق افتاد؟ این یک ترفند بسیار پوسیده است از جانب اصلاح طلبا که همواره مردم رو از محافظه‌کاران میترسونند تا اینکه دوباره به قدرت راه پیدا کنند. وقتی هم که به قدرت میرسند، وقتی بهشون میگی چرا شما اون وعده های خودتون رو عمل نکردین، مثل آقای کرباسی میگن اون وعده ها تبلیغاتی بود، احساساتی بود، اونا خیلی مهم نبود، جدیشون نگیرید. و بعد ما میخواستیم اصلاحات رو ایجاد بکنیم، محافظه‌کارا نذاشتن، یعنی خودشون رو قربانی و مظلوم جلوه میدن. مشکل اصلی در ایران اتفاقا اصلاح طلبا هستن، چون اصلاح طلبا جست دموکراتیک میگیرن، حرفای باب روز میزنن، به راحتی میتونن با احساسات و عواطف عمومی بازی بکنن، میتونن مردم رو یک روز 4 سال یک بار به پای صندوق های رأی بیارن و 4 سال سختی ها و دشواری های فراوانی رو بر مردم و بر کشور تحمیل کنن. من مسئولیت جناح اصلاح طلب رو خیلی بیشتر از اصولگرایان میدونم که عمل و گفتارشون با هم هماهنگ. مهدی خلجی امشب از تورنتو کانادا، متشکرم از صحبت با ما. چند خبر کوتاه. عده‌ای از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار برگزاری تجمع اعتراضی شدند. آنها از وزیر کشور درخواست مجوز کردند تا به گفته آنها مردم بتوانند برای بیان نظرات و اعتراض قانونمند به نحوه اداره کشور در این تجمع شرکت کنند. اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر از امضا کنندگان نامه هستند.